نعیمه دوستدار، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان از مالمو سوئد همراه ما شدن. خانم دوستدار، این فایل صوتی به شکل گسترده تو رسانه‌های اجتماعی هم منتشر شده، پدری که از فرزندش داره حرف میزنه و اینکه او ورزشکار قهرمانه و از روند دادرسیش گلایه داره. چطور میبینین این روند رو، این رفتار حکومت رو، در بویژه در خصوص این پرونده محمد مهدی کرمی؟ متاسفانه اون چیزی که ما الان شاهدش هستیم در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران یک بی‌عدالتی محض و بی‌قانونی مطلقه. فکر نمی کنم که الان در یک نظام، هیچ جای دنیا در یک نظام مبتنی بر عدالت، نظام قضایی مبتنی بر عدالت، چون این دادگاه‌های تشکیل بشه به این سرعت، درباره سرنوشت انسان‌ها تصمیم گیری بشه بدون اینکه موازین دادرسی عادلانه توش رعایت بشه. ما در این پرونده و در پرونده‌های دیگر مشابهی که رو این روزها حتی منجر به اعدام دو جوان ایرانی هم شده، شاهد این هستیم که این افراد از دسترسی به وکیل تعیینی هم محروم بودن و مجبور شدن که تم بدن به، یا اساسا وکیلی نداشتن یا مجبور شدن تم بدن به وکیل تعیینی تسخیری که حکومت براشون در نظر گرفته. و این افراد هم ما میدونیم اینا افرادی هستن وابسته به نظام قضایی، اون هم نه بر مبنای عدالت بلکه برای تأمین منویات و خواسته های این نظام غیر عادلانه و ظالمانه. کسانی هستند که به جای اینکه در نقش وکیل ظاهر بشن، در نقش دادستان و بازپرس و قاضی ظاهر میشن و خودشون به جای اینکه کمک بکنن به متهم، بر پرونده او رو قطورتر میکنن یا اساسا با خانواده ها هیچ ارتباطی برقرار نمیکنن، همان که در این مصاحبه و مصاحبه های سایر در واقع خانواده های زندانیان مشاهدش بودیم که وکیل اساسا، این وکیل تعیین شده اساسا جواب تلفن های این افراد رو نمیده یا بعضا خانواده ها هیچ دسترسی به این وکیل ندارن، نه آدرس دفترش رو میدونن، نه محل کارش رو میدونن، نه تلفنی در اختیارشون قرار میگیره. یعنی هم هر جوری از هر جنبه ای نگاه بکنیم، شکنجه های در طول دوران بازداشت، اخذ اعترافات اجباری، دسترسی نداشتن به وکیل و همه این مسائل حاکی از این هست که ما با یک نظام قضایی قرون وسطایی و یک سری دادگاه فرمایشی در واقع غیر عادلانه طرف هستیم که هیچ هدفی نداره جز اینکه جان این متهمان رو بگیره بدون پایبندی به موازین اخلاقی و عدالت. خانم دوستدار، روایت های خانواده ها رو که میخونیم، شاید یه وجوه مشترکی بین تمام این بچه هایی که حکم اعدام گرفتن وجود داشته باشه. ماشاءالله کرمی از دست های پینه بستش حرف میزنه که با دست فروشی فرزند خودش رو بزرگ کرده و قهرمان کاراته کرده و اینکه به خودش میباله از اینکه فرزندش ورزشکار شده. از اون طرف مثلا محسن شکاری در پروندهش بود که اون ناناور خانوادهش بود. این توجه ویژه اگر بکنیم و کنار هم بذاریم، چه طیفی هستن که در این خیزش انقلابی ورود پیدا کردن و ابعاد این طیف رو برای ما بیشتر توضیح بدین؟ اتفاقا خیلی نکته مهم و درستی رو اشاره کردید. نکات مشترکی در سرگذشت این زندانیان، این متهمان و این آزادی خواهان و انقلابیون وجود داره و اون همین هست که اینها اغلبشون برآمده از طبقات متوسط و زیر متوسط جامعه هستند که بیشترین آسیب رو در طول زندگی خودشون از این سیستم جمهوری اسلامی، فساد اقتصادیش، از ناکارآمدیش، از محرومیت‌های اجتماعی که برای شهروندان فراهم می‌کنه، این بیشترین آسیب رو دیدن. هم گروه سنی هستند که بیشتر از این مسائل رنج میکشن، هم طبقات اجتماعی هستند که زندگی به اونها بسیار فشار آورده. اغلب اینها بچه های هستند، جوان های هستند که از سنین کم کار کردن یا پدر و مادرهایی دارن که حتی از تامین وثیقه برای اونها ناتوان هستند. همه اینها شایان توجه از این جهت که این قوه قضایی جمهوری اسلامی اگر کوچکترین استقلالی داشت، باید عوامل اینکه
این افراد، این طبقات، این معترضان رو به این روز انداخته از نظر اقتصادی، از اینکه این افراد مجبور هستن با سخت‌ترین شرایط کمترین امکانات رو توی زندگی به دست بیارن، اونها رو باید دنبال میکرد. اما میبینیم که این صدای آزادی خواهی که از این افراد بلند شده رو سرکوب میکنه و با ظالمانه ترین احکام اونها رو میخواد مجازات بکنه.